سلام اگه دانشجوی ادبیات هستی و یا به صورت کلی به ادبیات علاقه داری این ویدیو مخصوص خودته چون میخوام در زمانی کمتر از 15 دقیقه هفت از مهمترین مکاتب و جنبش های ادبی رو برای توضیح بدم هر کدوم تقریبا توی دو دقیقه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادت نره که لایکش کنی و اونو به دوستاتم معرفی کنی بریم سراغ مکتب اول مکتب شماره یک یا سبک باستانی به با عنوان یک جنبش ادبی تاکید بسیار ویژه‌ای روی ایدئال‌های ادبی نظم موازنه وضوح پیام و سادگی زبان داشت ریشه هاش که برمیگرده به یونان و روم باستان نویسنده های این دوره تلاش میکردند که سبک بسیار پالایش شده و زیبا و ای داشته باشند و موضوعاتی هم که بهش میپرداختند معمولا موضوعاتی جهان شمول از جمله عشق قهرمان پروری و افتخار بود نویسنده های کلاسیسیست تاکید بسیار ویژه‌ای روی شخصیت پردازی داشتند و سعی میکردند که درون آثارشون جوابی برای سوالات اخلاقی زمان خودشون پیدا کنند. در کنار این توجه ویژه به سبک و درون مایه ای آثار نویسنده های کلاسیسیست همچنین توجه بسیار ویژه به ساختارهای فرمی و همچنین قواعد ادبی داشتند. اکثر این نویسنده ها تلاش میکردن آثارشون رو به صورت نظم یا همون شعر بنویسند و در طول نوشتنش سعی میکردن به تمامی قواعد شعر نویسی پایبند باشند. اگه میخواستن قافیه بنویسند، قافیه یه صد درصد درست رو باید می‌نوشتن. و همچنین سعی میکردن که تمامی های شعریشون از نظر ریتم یکسان باشه چون این بهشون حس رو میداد که تونستن نظم و انضباط در اون شعری خودشون رو حفظ کنند اگه احساس میکنین چون این مواردی براتون جذابه پیشنهاد میکنم نویسندگان باستان رو مطالعه کنین اگرم به ادبیات یونان باستان علاقه ندارین پیشنهاد میکنم آثاری مثل دانته و یا شکسپیر رو مطالعه کنین که در واقع نماینده ای همون ایدئال‌ها در قرن‌های بعدی هستند مکتب ادبی شماره دو نئوکلاسیسیزم یا سبک نئوکلاسیک سبک نیو کلاسیک در انتهای قرن 17 و ابتدای قرن 18 به وجود اومد و تلاشی بود برای احیای ایدالهای سبک باستانی یا همون کلاسیک نویسنده‌های های نیو کلاسیک در واقع ریاکشن بسیار منفی به سبک باروک داشتند که توی قرن 17 خیلی مورد استفاده قرار می گرفت. از جمله اصلی ترین ایدئال های سبک باروک عدم وجود توازن بین اعضای مختلف شعری و بیقاعدگی در تمامی بخش های اثر بود که خب نویسنده های نوکلاسیک هیچ علاقه بهش نداشتند. در نتیجه نویسنده هایی که توی قرن 18 زندگی میکردند سعی میکردند که بازگردند به همون ایدالهایی مثل وضوح پیام، سادگی زبان و استفاده از عقل و منطق برای بیان مطلبی که میخوای بنویسی. نویسنده های نوکلاسیک دقیقا مثل الگوهاشون در یونان و روم باستان توجه بسیار ویژه‌ای به اخلاقیات و همچنین کردار درست در جامعه داشتند و سعی میکردن با اون سبک منحصر به فرد خودشون اصول اخلاقی رو در جامعه گسترش بدن در نتیجه آثار نوکلاسیک معمولا پر از نقدهای اجتماعی و سیاسی نسبت به چیزی که این نویسنده ها ضعف جامعه خودشون میدونند. نویسنده های نیو هم دقیقا مثل الگوهاشون در یونان و روم باستان توجه ویژه‌ای به قواعد ادبی داشتن و سعی میکردن در آثارشون به صورت صد درصدی و دقیق بهشون بپردازن و ازشون استفاده کنن و یکی از چیزهایی که خیلی روش وسواس داشتن استفاده از زبان دقیق برای بیان مفاهیمشون بود دستیابی به نظم اثر و اون هارمونی که بین بخشای مختلفش وجود داره یکی از اصلی ترین دقدقه های نویسنده های نوکلاسی در نتیجه اگه شما میخواین بدونین که نویسنده های قرن 18 چطور از همون ایدال های نویسنده های باستانی در آثار خودشون استفاده میکردن پیشنهاد میکنم آثار نویسنده های مثل جان درایدن و یا همچنین الکساندر پوپ رو انگلیس مطالعه کنید مکتب ادبی شماره 3 رمانتیسیسم رمانتیسیسم یا همون سبک رومانتیک در انتهای قرن 18 و اوایل قرن 19 به وجود اومد و ریاکشن بسیار شدیدی بود به ادبیات دوره نوکلاسیک نویسنده های رمانتیک بر این باور بودند که قواعدی که نویسنده های نوکلاسیک رعایت میکردند بسیار دست و پاگیره و نمیذاره اون احساسات و پیام اصیل شاعر به خواننده منتقل بشه در نتیجه با تاکید ویژه بر احساسات عدم پیروی از قواعد دست و پاگیر شعری سعی می‌کردن آثار خودشون رو تولید کنند از اصلی ترین ویژگی ادبیات رومانتیک میشه توجه ویژه به طبیعت تاکید ویژه بر فردگرایی و همچنین احساسات شدید رو برشمون نویسندگان و شاعران دوره رمانتیک میانه خوبی با ایدئال های اصر روشنگری نداشتند در نتیجه به عقیده اونها توجه خیلی زیاد به عقل و منطق نمیتونه تاثیر مثبتی روی شعر و یا ادبیات داشته باشه به همین دلیل اونا تاکید ویژه‌ای روی قوه تخیل و همچنین احساسات داشتند. برخلاف نویسنده های کلاسیک و نوکلاسیک که زبان شعرشون خیلی سفت و سخت و آکادمیک از یه سری قواعد مشخص پیروی میکنه نویسندگان و شاعران رومانتیک سعی میکردند که از زبان عامه مردم استفاده کنند و موضوعاتی هم که بهش میپرداختن موضوعات شاید جهان شمولی نبود اتفاقا میخواستن در مورد انسانهای عادی با عنوان مثال یک شخص روستایی یک مطلبی رو بنویسن چون این شاعران و نویسندگان به احساسات علاقه زیادی داشتن سعی میکردن شعرشون رو طوری بنویسن که احساسات عشق و مرگ و غیره توی خوانندگانشون هم برانگیخته بشه یکی از نکاتی هم که به وفور توی آثار نویسندهای رومانتیک پیدا میشه طبیعت به عنوان یک موتیف پرتکراره اگه به آثار نویسندهای رمانتیک علاقه داریم، پیشنهاد میکنم آثار شاعران رومانتیک قرن 18 19. انگلیس از جمله وردزورث، کالریج، شلی، کیتس و غیره رو حتما مطالعه کنین و از خوندن شعراشون لذت ببرید. مکتب ادبی شماره چهارم رالیسم سبک رالیسم به عنوان یک جنبش ادبی توی قرن 19 به وجود اومد و تلاشی بود برای به تصویر کشیدن زندگی همان گونه که هست نه اینکه تلاش کنیم و یک تصویر ایدئال رو از دنیا ارائه بدیم نویسنده های تلاش میکردن که شرایط زندگی شخصیت هاشون رو چه از نظر اجتماعی سیاسی و چه حتی اتفاقات روزمرهی که براشون میفته رو دقیقا همونطوری که امکان داره برای یک انسان عادی اتفاق بیفته به تصویر بکشن یکی از اصلی ترین ویژگی های سبک رالیستی توجه بسیار ویژه به جزیاته اونا سعی میکنن که در آثارشون با جزئیات زیاد هم شخصیت ها و هم مکان و زمان داستان رو به تصویر بکشن تا وقتی یک خواننده عادی داره این اثر رو میخونه بتونه توی ذهنش حدس بزنه که نه به نظرم همچین چیزی ممکنه وجود داشته باشه پس در نظر داشته باشین که آثار رالیستی در مورد افراد و یا مکانهای واقعی نیستن بلکه استفاده از جزئیات بسیار زیاد برای توصیف مکانها و افراد هستن جوری که انسانها فکر کنن که همچین افراد و همچین مکانهایی امکان داره توی دنیای واقعی وجود داشته باشن. نکته دیگه ای که در مورد آثار رالیستی میشه بهش اشاره کرد حضور افرادی از طبقات پایین جامعه توی این آثاره یه ای آثاری که قبل از دوره رالیسم نوشته میشد معمولا اشخاص حاضر در ادبیات پادشاهان و ملکه ها و غیره بودند اما سبک رالیسم بود که دیگه کم کم شروع کرد به آوردن افراد دونپایه جامعه افرادی که شاید در آثار ادبی دیگه هیچ جایگاهی ندارن و از اینها به عنوان کاراکتر استفاده کرد. نکته بسیار ویژه‌ای که در مورد رالیسم باید بهش اشاره کنیم اینه که سبک رالیسم سعی میکنه که یک نقد اجتماعی و سیاسی رو هم ارائه بده. به این دلیل که شخصیت‌های حاضر در آثار رالیستی معمولاً از افراد فراموش شده جامعه و یا از افرادی هستند که طبقات پایین جامعه رو تشکیل میدن، نویسنده های رالیستی تلاش میکنن که آثارشون رو به پلتفرمی تبدیل کنند تا از طریق اون به ناعدالتی های موجود در جامعه بپردازند. به عنوان مثال میتونیم به آثار چارلز دیکنز اشاره کنیم که تلاش میکنه توی آثار رالیستی خودش شرایط بسیار بد کارگران انگلیسی در لندن صنعتی شده رو به تصویر بکشه یا از اون طرف نسخه آمریکاییش میشه مارک توین که سعی میکنه شرایط افراد رو توی جنوب آمریکا به تصویر بکشه. اگرم بخوایم یه مثال از ادبیات فارسی بزنیم به نظرم میتونیم به آثار غلامحسین ساعدی رجوع کنین تا نمونه بارز یک اثر رالیستی رو توی ادبیات ایران مشاهده کنید. سبک ادبی پنجم ناتورالیزم یا همون نچرالیزم از نظر تاریخی اگه بخوایم بررسی کنیم ناتورالیزم بعد از رالیسم به وجود اومد و خیلی اون رو نسخه افراطی همون رالیسم میدونن نویسنده های ناتورالیستی معمولا سعی میکنن که به صورت افراتی تر کاراکترهایی رو وارد آثارشون کنند که شاید دیگه هیچ وقتی توی ادبیات به پرداخته نشده افرادی که معمولا توسط جامعه تر شدن از روسپی ها بگیرین تا قاتلین اینا افرادی هستند که توی جامعه وجود دارن و بقیده نویسندهای های ناتورالیست باید در موردشون آثار ادبی تولید بشه یکی از اصلی ترین ویژگی ادبیات ناتورالیستی توجه بسیار ویژه به شخصیت و شخصیت پردازیه و معمولا سعی میکنه کاراکترها رو به عنوان محصول شرایط محیطی و همچنین ژنتیکیشون معرفی کنه به عنوان مثال میتونیم با آثاری اشاره کنیم که شاید یک قاتل رو به تصویر میکشن و بعد میرن شرایط اجتماعی جامعی که توش بزرگ شده رو بررسی میکنن شاید حتی ژنتیکش هم بررسی میکنن ببینن مثلا پدرش چه جور آدمی بوده تا اینکه بیان اثبات کنن که اگر توی همچین جامعه زندگی کنی شاید هیچ راه فراری نداری و قاعدتا تبدیل به یک قاتل خواهی شد اگه بخوایم از نویسنده های خارج از کشور مثال بزنیم میتونیم به آثار امیل زولا اشاره کنیم که یکی از بهترین مثال هاست و یا اگه نویسنده آمریکایی رو دوست دارین میتونیم به آثار استیفن کرین مراجعه کنیم توی ادبیات ایران هم آثار صادق چوبک و همچنین صادق هدایت میتونه نمونه های بسیار خوبی از آثار ناتورالیستی باشه مکتب ادبی شماره 6 مدرنیسم مدرنیسم به عنوان یک جنبش ادبی در قرن بیستم به وجود اومد و از اصلی ترین ویژگی میشه به رد تمامی قواعد و سنتهای ادبی پیشی اشاره کرد نویسنده های مدرنیستی بر این باور بودند که دنیای مدرن رو دیگه نمیشه با همون سبک و سیاق سنتی به تصویر کشید در نتیجه اونا علاقه داشتن که آزمایشات مختلفی با های مختلف انجام بدن تا اینکه بتونن بالاخره راه مناسبی برای به تصویر کشیدن شرایط انسان‌ها توی دنیای مدرن رو پیدا کنن. اگه بخوایم در مورد سبک نویسنده های مدرنیستی صحبت کنیم، میشه به این موضوع اشاره کرد که اونا تمامی قواعد پیشین رو در هم میشکنن و سعی میکنن با استفاده از علوم مختلف از جمله روانشناسی، فیزیک و سایر علوم بالاخره راهی برای به تصویر کشیدن شرایط انسان مدرن پیدا کنند. اونا همچنین علاقه ای به به تصویر کشیدن خطی اتفاقات ندارن و یا رابطه علت و معلولیشون رو به صورت خطی نشون بدن. در نتیجه توی آثار مدرنیستی ما جهش‌های زمانی داریم که بعضی وقتا دنبال کردنشون هم کار راحتی نیست. نویسنده های مدرنیستی توجه ویژه‌ای به اتفاقات درون ذهن انسان‌ها دارن تا اتفاقات بیرونی. در نتیجه اگه بخوایم مقایسهش کنیم با رئالیسم نویسنده های رالیستی دنبال این بودن که اتفاقات دنیای بیرون رو به تصویر بکشن چون بر این باور بودن که اون اتفاق یکسانه و همه اون رو یک جور میبینن اما نویسنده های مدرنیستی بر این باور بودن که درک ما از اون اتفاق میتونه متفاوت باشه در نتیجه توجهشون به دنیای درونی شخصیت ها برگشته این جهت که نویسنده های مدرنیستی علاقه بسیار ویژه‌ای به ذهن شخصیت‌هاشون دارن ما معمولا توی ذهن شخصیت هاشون داریم سیر میکنیم و در نتیجه سبکای ادبی مثل جریان سیال زن توی این آثار به افور یافت میشه یکی دیگه از نکاتی که میشه در مورد مدرنیسم بهش اشاره کرد اینه که علاقه ویژه‌ای به عدم اطمینان داره یعنی اطمینان پیدا کردن راجع به موضوعات مختلف هیچ ارزشی برای مدرنیستا نداره و در نتیجه اونها این آنسرتنتی و یا عدم اطمینان رو با آغوش باز میپذیرند اگه به چنین موضوعاتی علاقه هستین به نظرم میتونیم برین سراغ نویسندهای بسیار معروف مدرنیستی از جیمز جویس گرفته تا ویرجینیا وولف تا ویلیام فاکنر توی ادبیات آمریکا و همچنین صادق هدایت توی ایران و از خوندن آثارشون لذت ببرید. مکتب ادبی شماره هفتم پسا مدرنیسم یا پست مدرنیسم. پسا مدرنیسم به عنوان یک مکتب و جنبش ادبی در اواسط قرن بیستم به وجود اومد و حتی پا رو از مدرنیسم فراتر میذاره مخصوصا در رد تمامی قواعد و قوانین ادبی که در قرن‌های گذشته مورد استفاده نویسنده‌ها بود. اگر نویسنده‌های ادبی باور داشتند که در میان این همه نابسامانی مختلف میشه بالاخره به یک حقیقت دست پیدا کرد، نویسنده‌های پست مدرن بر این عقیده هستند که تعداد حقایقی که میتونیم بهشون پیدا کنیم انقدر زیاده که شاید حتی میتونیم بگیم هیچ حقیقت محضی وجود نداره. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که نویسندگان و منتقدان پسامدرنیسم بهش میپردازم رد تمامی ایدئولوژی و مباحثیه که ادعا میکنه می‌تونه تمامی شرایط دنیا رو برای ما توضیح بده اینا رو توی ادبیات بهش میگیم گراند نراتیو نویسنده های پسا مدرن بر این عقیده هستن که این روایت‌های کلان به هیچ وجه نمی‌تونن تمام جنبه های مختلف دنیای ما رو برامون توضیح بدن و ما باید یک دید شکسته و فرگمنتد و یا تکه تکه داشته باشیم در نتیجه چنین اعتقادی اونا بر این باور هستند که حقیقت، واقعیت و حتی هویت انسانها تکه تکه است و سیاله و هیچ وقتی نمیتونیم که یک جواب نهایی کامل براشون پیدا کنیم اگه بخوایم به سبک نویسنده های پسا مدرن اشاره بکنیم میتونیم بگیم که این نویسنده ها علاقه ویژه به استفاده از آیرونی پارودی و پاستیش دارن این نویسنده ها معمولا سعی میکنن که سبک های سنتی فکر کردن به دنیای اطراف رو به چالش بکشن و معمولا میگن که معنی در تمامی بخش های مختلف زندگی جایگاه متزلزلی داره و تو شاید نتونی بعضی وقتا معنی اتفاقات و همچنین رفتارهای افراد رو پیدا کنی یکی دیگه از نکاتی که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که برخلاف نویسنده های مدرنیست که خیلی قشر الیتی بودن و برای مخاطبان الیتی مینوشتن نویسنده های مدرن به پاپ کالچر یا اصلا فرهنگ عامه علاقه دارن و در نتیجه توی آثارشون رفرنس‌های بسیار زیادی میشه به فیلم و سایر المان فرهنگ عامه پیدا کرد اگه بخوام خلاصه ای از پسامدرن مدرن رو براتون بگم میشه گفت که رد ثبات توی هر قضیه ای در اولویت اونها وجود داره به عنوان مثال اگه بخوایم در مورد هویت افراد صحبت کنیم اونا میگن که یک هویت ثابت وجود نداره و تاکید ویژه روی سیال بودن و همچنین چند وجهی و چند بخشی بودن هر اتفاقی توی دنیا دارن یکی از نکات بسیار جالبی که در مورد پسامدرنیسم وجود داره این عدم ثباته توی تعریف خودش هم هست یعنی یک تعریف ثابت و واحد برای پسامدرنیسم نداریم و متفکرین مختلف تعاریف مختلفی ازش ارائه دادن و به عقیده خودشون هر کدوم از اینها میتونه در جایگاه خودش درست باشه برخلاف سایر مکاتبی که امروز خوندیم که برای هر کدومشون یک تعریف واحد داشتیم وقتی که در مورد پسامدرنیسم صحبت میکنیم میتونیم بگیم پسامدرنیسم بودریار یا پسامدرنیسم فوکو یا پسامدرنیسم بارت و هر کدوم از اینا میتونه در جایگاه خودش درست باشه هر کدوم از تئوریسینایی که براتون نام بردم یک تئوری مخصوص خودشون رو دارن و همه اینها در کنار هم درسته پس میشه گفت که پسا مدرنیسم به موضوعات بسیار زیادی میپردازه که باز هم تأکیدی بر همون مالتیپلیسیتی یا چند جانبه گرا بودن خودشه از مرگ معلف میتونیم در مورد پسا مدرنیسم صحبت کنیم میتونیم به فراواقعیت انفجار درون ریز و وانمودگی اشاره کنیم و یا موضوعات دیگه‌ای که سایر متفکرین بهش پرداختن و همزمان همشون میتونن درست باشن اگه به با آثار نویسنده های پسا مدرن علاقه دارین پیشنهاد میکنم آثار نویسنده های مثل تامس پینچن و یا تونی موریسون رو مطالعه کنیم خب این هم از ویدیو امروز خیلی ممنون که تو این ویدیو با من آرش رحمانی همراه بودین یادتون نره که ویدیو رو لایک کنین سابسکرایب کانالم که من رو خیلی خوشحال میکنه تا ویدیو بعدی خداحافظ